بعد دوستان اینجا یک فال حافظ دیگری شما نیت بفرمایید. ما از حافظ شیرازی خواهش میکنیم از اونجا که حافظ هر راز خودش البته نمیگه، بقیه میگن راجع بهش، ببینیم فال شما چی میشه. نیت کردید که بله الان وامش باشد، خودش خونده باشم قبلا، نخونده باشم نمیگه اصلا بتونم این رو اجرا بکنم اونطوری که باید باشه، اونطوری که شعره. شعر در حقیقت وقتی که خونده میشه اجرا میشه. میگه سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، تعجب بفرمایید، سبا به لطف بگو آن غزال و غزال رعنا را، غزالی رعنا باشه، غزال میشه غزال رعنا. بعد سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر بکوبد و بیابان تو داد ما را. آقا این شعر شما نیست، اشتباه از اول نیت دوباره نیت باش ما شماست. بعد این خیلی اسفناک است. چندان که گفتم غم با طبیبان درمان نکردند مشکین غریبان. یعنی مشکین غریبانی که آمده بودند اینجا اینقدر داد فریاد کردند بر سر این طبیبان، خلاصه چیزی درمون نکرد. آن گل که هر دم در دست باده است، باد خیلی مهمه، آن گل که هر دم در دست باده است، به به گو شرم بادش از اندلیبان. اندلیبان رو ترس سخت مشکل نست وزیر اندلی یارب امان ده تا باز ببینند. خیلی خطرناکی مسئله از یارب داره تقاضا میکنه اینا حتما ببینه، حالا بد باشه یا خوب باشه اینجا سوال نیست، سوال شرعی وجود نداره. چشمم مهبان روی حبیبان. یه چشمم محبان روی حبیبان. اینجوری شما درست شغل نیست چشمش. بعد خلافه بعد میگه درج محبت بر ما مهر خود نیست. اعتراض میکنه میگه برج محبت یا درجی درجش میگه درجش مثل برجش نیست، درج محبت ولی مسئله اینه بر مهر خود نیست، یعنی کار خودش انجام نمیده. اگه قرار به چرخه نمید چرخه، اگه اینطوری اینطوری یا اینطوری اینطوری یا هر طوری بره نمید، کارش انجام نمیده. آلمان ها میگن ماشین ایز کپوت چیزی مثل این. ای منعقم آخر بر خان جودت. خب این جودت خیلی مشکل دیگه، جودت یعنی وجودت رو چه میدونم که هست مزخرفش هست. ای منعقم آخر بر خان جودت. یه چیز دیگه میگه، میگه منعقم من نمیدونم ولی که رفاهای خلاصه اینم اینجا میاد و میگه خلاصه بخون دیگه آخر شدی حرف آخر تو بزن گفت. و این هم خان وجودت هست. تا چند باشیم از بی چه نصیبان، نصیب ندارن چطک آدم دلش میشه. حافظ نکشتی شیدای گیتی. شما اصلا تصور باید یه آدمی که الان داد ناده میکنه بی نصیبان و بدبخت ها و بیچاره ها و گرسنه ها، حالا یک دفعه برمیاره به خودش میگه حافظ نگشتی شیدای گیتی. یعنی خلاصه تو شیدای این هرچی هست این آب و دوغ و ماست و این چیزا با هم دیگه نشدی گیتی. این البته استدلال آخونده هست، میگن نان و آب و فلان روز همش بی خودیه، فقط ما حق داریم بخوریم شما حق ندارین بخوریم. بله اینجا ولی حافظ در موردش میگه گر میشنیدی پند ادیبان،
میگه میشه کلی قمپوز در کرد. و گفت حافظ شیرین‌سخن گفته که واقعا ادبیات ایران نظیر نداره. موفق و پیروز باشید.